به خوشنودی آبرومزدا گل رفت و شد پیراهنش چاک از جفای خارها در دا که از رنج و مهن آسوده نه آزرده میبینم آسوده گیرم آزاد مردان در تعب کرسی نشینان در ترم خون شد دل آزادگان از بس که این غارتگران در خون مشتی ناتوان بردن فروغ منقارها روزی بتابد بر زمین خورشید روی محجبی یه ترتیبی داره میده ما مطمئن باشید بقیه شو نمیکنم براتون این رو مال بهار هست سروده بسیار زیباست قصیده رعناس من از 15-16 سالگی بهار رو میخوندم رو حفظ کرده بودم و یک بار برای شاهزاده شهید علی رضا که خوندم دوتا ما با هم خیلی گریه کرد به ویژه که یادی کرد از شهریار شفیق که این مرد آقای گلی پور عزیزم واقعا ببینید شهریار شفیق رو بود وقتی که صحبت میکنید خیلی ها نمیشنسن نمیدونن چه اسطوره ای بود اسطوره بود ایشون خیلی درست گفت مرگش کشتن شهریاره شفیق دل محمد رضا شاه رو شکست و آخرین امیدش رو از بین برد چون تنها سرداری بود فریدونی بود که از امریکا اومد به پاریس و فقط به نیت سرنگونی نظام ملاها آمد و اون قدرت رو داشت اون توانایی و عشق و شور رو داشت که در همون اول کار یه ساله نشده ترتیب اون نظام رو بده شهریار شفیق ناخدای یکم بود یک ناو بزرگ جنگی ایران رو وقتی که انقلاب سیاه اومد فرماندهی میکرد این ناو بزرگ 16 آذر ماه در پخت و دوفین آقای شاهید یک حرامزاده تازی در تازی بودن شکی نیست یک گله به گردنش میزنه و بعد یک گله به مغزش 14 قرن قربانی تازی ها هستیم مرسی که برادرم بارها تاکید کرد هنوز ابلهانی هستیم ما که میریم به کربلا و نجف و فراموش میکنیم فردوسی و نیشابور رو تا فراموش کنیم این شکوه و عظمتی که بر بارگاه این عزیزان ساخته شده کاری که مهندس هوشنگ سیحون روان شاد از جهان رفت که تمام این آثاری که ببینید برای فردوسی خیام پور سینا جمال الملک همه معماری بنیانگذار دانشکده هنرهای زیبای ایرانی که شهبانوی عزیزم خودش از مشبقی و استاد هوشنگ سیحون از اساتید ایشون بود و همیشه برای هم درود رد داشت ما این حافظه خودمون رو بایستی شستشو بدیم این حافظه رو ماها بایستی شستشو بدیم امروز عزیزان اینجا هستند که هر کدوم از شما عزیزان یک لشکرید یک سردار هستید یک گردآفرید هستید هر کدوم از شما یه رستمی خوشبختانه از همه طیف‌های ایران کهن و امروی جا هستن از میدان قلم، رسانه، ارتش، خلبانی، گردآفریدی زنان شیردنی که اینجا هستن همیشه کنار این نازنین هستن یارش میکنن شما نمونه ایران کهن هستید من یزدان گواهه عشق به چشمان میاد وقتی که میبینم از راه‌های دور آمیشید میتازید تا به این جلسات برسید شهریار شفیق ها بایستی ماندگار در تاریخ باشن در دلها باشن و در زندگی روزمره ما سخن زیبایی گفت پهلوان این شمشیر پشت سر ما هرگز از شیر نمیگیریم تازیان خیلی تا کنون تا
تلاش کردن که زیبایی ها رو از ما بگیرن. یادتون نره تبلیغات کنونی جو آریای ایرانی ما در داخل و خارج از کشور دست همون تازیا نیست که بر اینا الان دارن حکومت میکنن. اگر در اون روزهای نخست شماها رفتید ایران رو نجات دادید، دست پروردهای نظام پادشاهی، امروز علی خامنه ای که بدلش هست. من پریروز ثابت کردم، شوخی هم نمی کنم، من اهل شوخی نیستم. بدل این یعنی اصلا این کلونی سازی ها، شبیه سازی ها رو بریم مطالعه کنیم، وجود داره. همین گوجه فرنگی و خیاری که تون تون روزانه در میاد مثل مرغ، این یک کلون ساخته شده. خود اون خامنه ای حالا پخی نبود مردی که، ولی اون مرده و این رو نوکر روس انگلیس سال 1952 روسیه این ساخت کلون و شبیه سازی رو فعال کردن. جاک شیراک مخالفت کرد با آدم سازی، ولی آدم ها رو میسازن ساختنش و الاخر. حالا زاده عراق جواد، سید جواد عراقی، اون موقع که من اینا رو میگفتم برخی از دوستان میخندیدن، بودن سیاوش عربستان همش چیزایی. حالا که دیگه خوشبختانه با اینترنت و رایانه شناسنامه‌شون همه تون دیدید، از اون شاهرودی که به درک واصل شد، زاده نجف، تا الان لاریجانی ها، تا تمام فرماندهان سپاه حزب اللهی که چه میکنن، همینا تازه دارن بر ما حکومت میکنن. این شمشیر دست شیر هست، همونطور که سیروس ساعت هم گفت گردن اینا رو بزنی، شوخی نداریم. ما صلح و پیام، همچنان که شهبانوی عزیزم مدت هاست سخن زرتشت رو در ابتدا و یا در انتهای سخنانشون میگن که ایران خاکستری است و این خاکستر اغلوسی است که از خاکستر خودش برمیخیزه و همیشه میگه اینو شهبانوی. ببینید تو جلساتی که با خارجی هست میگه نور و تاریکی روشن میشه، این امیدی که میگه، این فرمان زرتشت بزرگه، فرمان زرتشت میگه من اومدم نورم تا با تاریکی مبارزه کنم، امید رو بیافرینه، امید. امروز من دیگه نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط میخوام وجدانم رو راحت کنم، یک هدیه بدم در روان شهریار شفیع، چون میدونم شهریار شفیع روانش اینجا با ماست. روان روش یه روزی صحبت میکنیم و خواب و رویا اینها مواردی است که آیین میترا، آیین اوستا، آیین زرتشت بهش معتقد. آیاتون نره اون دیوان بازی های روحانی در تاریخ جهان یه چیزه، انسترولوژی و ستاره شناسی و روان آدمی یه چیز دیگه است. روان زنده است، همچنان که ایشون محمد رضا شاه رو میگه خواب دیده. خیلی از شما میتونید خواب ببینید، در خواب باش گفتی میکنید. من دیشب فرزندم نمیخوابید تا صبح و منم هی بیدار بودم خواب میشدم، در یک لحظه من بودم و علی رضا و یک صحنه ای که در شانزلیزه ایشون بوده بود، اما چند روز پیش از اینکه برگرده و کشته بشه، و اونجا داشت صحبت میکرد که از اون مغازه یا از اون مغازه میخواست برای یه خانمی که من اون موقع نمیدونستم پرنسس رها دیده بر هست، بعدا حتی منم نمیدونستم، فهمیدم خواست یه هدیه بخره که بعد مشورت کرد، بعد خودش تنهایی رفت. وقتی که حرکت کرد بره از روبرش توی شانزلیزه، محمد رضا شاه اونطور خوشتیم اومد جلو من، گفت سیاوش این فرزند جان منه، جان من. همه عکساشو نگاه کنید ببینید که محمد رضا شاه خیلی علی رضا رو دوستش داره، خیلی. برادر شاهزاده فیلمش آماده است، یوتیوب اینا میتونید ببینید. میگفت این اینقدر شوخ طبع بود، اینقدر شلوغ بود، اینقدر نازنین بود که ما بهش میگفتیم تروریست، خرابکار، همیشه خندان، همیشه شادان. یه فیلم ازش داریم، آقای گلی‌پور هم هست، همون هنگامی که بعد پس از تشییع و تدفین لیلا بود، ایشون با نشسته داره آدامس میخوره، رو هم نشسته که لشان شاد بود تو پاریس، این آدامس رو داره بود به 10 نفر اطراف خودش هدیه کرد. یه شخصیت اومد بهش گفت آدامس نخور، شهبانو بهش اخم کرد، اون آدمی خود این هم بهش نگاه کرد، یعنی مرد رسوی تو کسی باید برای آدامس خوردن من بیا، یعنی انسان بود خاکی. این آقای گلی‌پور یه خاطره دیگه داره، میگه که یک مشکلی بودی رفته نجاتش میده، میگه گلی‌پور دمت کرد، انسانی بودی شد. حالا هدیه‌ای که میخوام به شهریار شفیع بدم اینه، میدونید پرنسس این والا حضرت و والا گوهر اینا، بهتون بگم زمان محمد رضا شاه خیلی خوب بود، چون یکی از شیوهایی که شماها
نازنین ها بهبانیاران شاید تا کنون بهش توجه نکردید اینه که جدا از این که محمد رضا شاه نام خودش رو گذاشت آریابهر، سرزمین آریایی، یعنی سرزمین انسانهای پاک، نژاد نیست پاک، این کار دیگه کردی آخونده و اسلام رو ترتیبش رو داد. ما نفهمیدیم اون موقع ترتیب اسلام رو محمد رضا شاه میداد هر لحظه. اون حرامزادهایی که میگه آقای مسلمون بود گفت اول فصل اینا حرام، اونا حرامزادن، همه تازیان، دروغهایی که در مورد همه گفتن، در مورد اشرف رو میخوام بگم، پرنسس اشرف، و در مورد محمد رضا شاه میگه. محمد رضا شاه وقتی میاد به خودش میگه اعلی حضرت، و به شهبانو میگه والا حضرت. اون موقع خوب بود اینا رو بگید، الان دیگه نباید بگید واژه تازی میگه. آقا میگفتن حضرت محمد، حضرت فاطمه زهرا، حضرت علی، اعلی حضرت. میدونید دیگه اعلی برتری داره برای حضرت، یعنی ما اعلاتر از اون تازیانیم. بعد بعد تا حالا نمیدونی کسی نفرد. حالا شایعات دروغ بسیاری درباره با پرنسس مطرح شده بود، اشرف پهلوی، و من اینو به شما بگم، خیلی تو منو میشناسین، از هیچ کس پولی نگرفتم تو زندگی و به همه هم دادم. پرنسس چند سال پیش بود توسط آقای ناصر امینی که هم از این میشنسن اومد گفت که پرنسس گفتی به شما رو بهش زنگ بزن. من زنگ زدم گفت من کتاب هایی طوری میخواستم، گفتم کتاب میشه آدرس رو دیم براتون میفرستم. گفت شماره حساب بده پولش بریزم به حساب. گفتم من هدیه میکنم به شما. این میخواد بگم من پولی یه بار فکر نکنیم یزدان گواه این از سعده میخواد. بعد اونجا وقتی که صحبت شد، من دو سه جلسه با ایشون صحبت کردم، دیدم یک از یک چیز ایشون خیلی درد میکشه، دروغهایی که در رابطه با ایشون گفتن. یکی از دروغهاش که امروز یه بار دیگر گفتن، امروز میگم که ثبت تاریخ میشه، همه عزیزانی که اینجا هستن با مدیا کار میکنن بایستی هر روز رو مطرح بکنیم، اینه که جریانی بود که در رابطه با بهروز یوسفی و ایشون به دروغ شایع شده بود و تا الان هم همتون تا بگم میان بهروز یوسفی سه ماه برای من کار کرد، یعنی با یک نمایشنامه رو حالا من بود، رستمی دیگر، اسفندیار دیگر، سه ماه در استخدام من بود و در پاریس و تمام دنیا تا اروپا رفتیم. و روز اول که ما بسیم کاروان با 20 تا هنرمند حرکت بکنه، مثل اسفندیار منفردزاده با ما بود و و غیره، من برای 5 تا کاروان اجاره کرده بودم که اینا تو کاروان 20 نفر سوارشن اروپا رو بگردن. رئیس این کاروان ها رو یک کسی رو گذاشته بودم که این رئیس پارک موتورخونه دربار بود، یعنی موتورخونه تمام ماشین های دربار زیر نظر ایشون بود. اسمش هم میگم چون انسان پاکیست در پاریس وجود داره برای که گواهی ها مستند باشه، آقای حسین از دوستان بسیار خوب من هست و ایشون مشخصا با پرنسس اشرف هم خیلی نزدیک بود، یعنی ماشین های اشرف دستیشون بود که ایشون تا بهروز وثوقی ایشون رو دید گفت این مسئله ای که مطرح شده در رابطه با اشرف، فرانسیس اشرف، گفت خود آقا بهروزی میگه گفت بابا دروغه، همه گفت همه دروغه. و بعد من همون موقع تو رادیو باش مسابقه کردم با تو ایران. میدونید همیشه رسمه، خود من سالها وقتی مهمانی میدم جایی میدم، یه سری شخصیتی هنری که مثلا تو شهر پاریس هستن رو دعوت میکنم، زن یا من متوجه میشیم یا و غیره، دعوت کردن از بهروز وثوقی و حتی حسینی. گفت ما یک بار پرنسس اشرف یک مرسدس بهشون کار داد که خود من بردم در خونه بهش دادم. دعوت کردن از یک هنرمند مشهور در نشست‌ها و مهمانی‌ها، و یا حتی یک بار بلیط هواپیما داده که آقا تو یک سفر برو پاریس، بس که این کارا رو بنده بر خیلی کردم و میکنم، این دلیل اون دروغ‌های نابکارانه‌ای که تازیان منتشر می‌کردن نمی‌شد. پرنسس اشرف بانوی پاک و امروز نیستن، بودن شما من اینو گفتم، خود ایشون همون موقع هم زنگ زدن به من و همون موقع من به بهروز گفتم که باید با پرنسس اشرف صحبت کنیم و پوزش بخواهید از اینکه تا حالا اینو تکذیب نکرده. نه تکذیب اینه که این رو عنوان هدیه دادم به روان پاک رفیقمون شهریار شفیق و میدونی پسر عمه پسر دایی، دوتاشون هم شاهزاده، جاشون بسیار خالی است. من امروز نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم، ما من حرفا رو تو تلویزیون میزنم شما میشنوید، میخوام لذت ببرید از با هم بودنتون. نکته پایانی که میخوام بگم اینه که
ما خرسند و سربلندیم که امروز کسانی، چون یکی از دوستان به من گفت اینو یادآوری کن بخوام بکنم، کسانی زیر پا گذاشتن اسلام رو، چون اسلام خوب و بد نداره، این ربطی نشه در اسلام میگه و ان حزب الله هم الغالبون. اصلا ما اولش حزبه، اصلا ما اولش خود آقای محمد گردن زده. یک شاعر اسما شعر گفته، گفته کی میره سریر برای من بیاره، رفتن ترورش کردن سر آوردن. یک عبدالله دیگه بوده شعراشو میلوشته، همین قرآن رو میلوشته براش. بعد یارو عبدالله شباب میاد خونه بزنش میگه من خیلی کارم درسته، میگه چطور؟ میگه محمد وقتی حرف میزنه قطعا میگم آها این جمله رو اینجوری بگیم بهتره. میگه خب همونجور که تو بگی بهتره. ببین من خیلی پستم بالا، زنه شعورش بیشتر بوده، میشه مرد حسابی. پس اینه که میگه حرف خدا هست تو عوض میکنی که وحی نیست که، پس سر همه ما رو کلا گذاشته که. بعد اونجاست که زن عبدالله میاد میگه، چون بعضی خیلی وقتا یه اتفاقات میفته ما نمیفهمیم، خیلی وقتا مثلا این جریان اعلیحضرت که خدمت میکنه، این وقت میاد به محمد میگه، محمد میگه ناکس اگه در بری بیرون پشت سر ما حرف در بیاره، از در بری بیرون میگه کسی هست بره سریره برای من بیاره، چون اومد اینجا از اسلام برگشته، میرم سر عبدالله رو میزم براش میارم. تو این نمونه که من 3 سال پیش نوشتم در کتاب از نوشتم تو محمد زیاده، یعنی اسلام از ابتدا همین خون و خونریزی بوده که تا به امروز بوده و هست. در مادر همه رهبرات تازی خاطره بوده. سیاست بازگذارم از بزرگی دستان گرم تونو میفشارم روی ماه تان را میبوسم. به هر یک از شما رو کرد یک لشکر یک سپاه هست و ایران آزاد میشه، همچنان که زرتشت گفت و شهبانو عزیزم همیشه نقل میکنه، بغنوز از خاکستر برمیخیزه و نور بر تاریکی پیروز میشه. می‌کشیم از دست سلمان فارسی می‌کشیم که خودش ایرانی بود، تمام این از